سلام دوستان، با آموزش نگارش علمی توسط مایکروسافت ورد در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل ساختار مقاله رو با هم دیگه جلو بردیم و توضیح دادیم که ساختار یه مقاله باید چه شکلی داشته باشه به صورت کلی، و اینکه با استایل ها توی ورد آشنا شدیم و گفتیم چطور میتونیم استایل های مختلف رو تعریف کنیم. حالا واسه اینکه بادی یا بدنه مقالهمون رو بنویسیم توی ورد، لازم داریم یه سری از ویژگی های نرم افزار رو بدونیم که توی این جلسه میخواییم اونا رو بررسی کنیم. یه سری از این ویژگی ها مثل فرمول نویسی، چطور فرمول ها رو میتونیم بنویسیم، چطور رفرنس دهی بکنیم، رفرنس ها رو چطور بذاریم، چطور عکس بذاریم توی ورد و اون رو توضیح بدیم، چطور زیرشکل رو تعریف کنیم، چطور جدول بکشیم و عنوان جدولمون رو تعریف کنیم، چطور زیرنویس بذاریم واسه نوشتمون وقتی که بخوایم مثلا یک کلمه ای رو انگلیسیش رو کامل بگیم، زیرنویس بخوایم بذاریم یا توضیحات قرار بدیم واسش، و چطور فوتر و هدر یک ورد رو درست بکنیم که اینجا میتونید مشاهده بکنید، و در نهایت چطور منابع یا رفرنسمون رو قرار بدیم. خب از ابتدا شروع میکنیم. بیاین با همدیگه هدر و فوتر رو درست بکنیم. وقتی که یه فایل ورد و همچنین حاشیه ها، البته یادم رفت بگم، حاشیه ها هم تو این جلسه با همدیگه بررسی میکنیم که چطور میتونیم حاشیه برگمون رو تنظیم کنیم. خب یه دونه فایل ورد با هم باز میکنیم که بتونیم بررسی اولیه رو اون تو قرار بدیم، انجام بدیم. وقتی که یه فایل ورد باز میکنیم، همونطور که اینجا توی رولر، توی خطکشی که واسه ما قرار داده مشاهده میکنیم، فاصله اینجا حدود 2 سانت خورده هست و اینجا هم همینطور حدود 2.5 سانت تقریبا فاصله داره از لبه های برگه آچار من. توی لایوت اگر بریم میتونیم اینجا سایز برگمون رو مشاهده کنیم که لتر هستش، یه مقدار با آچار شاید متفاوت باشه. حالا آچار کنیم به این شیوه میشه. خب حالا مارجینز یعنی حاشیه‌های اون برگه من، یعنی چه مقدار فاصله داشته باشه از دو طرف و از بالا و پایین برگم. خب توی حالا چاپ، وقتی که میخواد بره زیر چاپ، میخواد بره حالا تو مجله باشه، کتاب باشه، هر چی باشه، وقتی که برش میخوام بزنن باید یه مقدار فاصله وجود داشته باشه که مثلا این ور که برش بخوره این ور باید فاصلهش یه مقدار بیشتر بشه، که حالا حاشیه‌های مثلا کتاب رو ما جلوتر تعریف میکنیم. اما خب یه مقدار فاصله لازمه واسه مقالات اینا، که توی مجله ای که میخوایم واسش ارسال کنیم حاشیه رو حتما بهتون میگه، یا واسه پایان نامتون حاشیه رو میگه. همونطور که دیدین من رفتم تو قسمت مارجینز، کاستوم مارجین، اینجا یه سری حاشیه های پیش تعریف شده رو قرار داده. حالا ما توی کاستوم مارجین اگه بریم اینجا، اگه توجه کنیم به سانتی متر، اگر واسه دفعه اول فایل وردتون رو باز کنیم به اینچ هستش. خب ما چون به سانتی متر و ایزو عادت داریم، باید بریم تو قسمت فایلز، تو قسمت آپشنز، تو قسمت ادوانس، تو این قسمت اگر بیایم پایین. خب فقط یه چیزی اینجا توجه کنید قبل اینکه اونو میگم، اینجا وقتی که میرسیم به نام ریال، من روی کانتکس قرار دادم، خب که پیش فرضش فکر کنم رو عربیک باشه واسه شما، واسه اینکه اعداد رو فارسی بنویسین تو پیشفرض این مطمئن بشین که کانتکست باشه تا بتونین اعداد رو فارسی بنویسین. خب وقتی که بیایم پایین، اینجا show measurements in units of، اینجا اینچ هست واسه شما که اینو سانتی متر کنین که راحت تر باشین. حالا میلیمتر اگر راحت تر، میلیمتر قرار بدین. خب اوکی میکنم و اینجا دیگه سانتی متر میشه براتون. خب حالا تو قسمت مارجینز، تو کاستوم مارجینز اگه بریم، اینا رو به صورت پیش فرض فایل ورد، مایکروسافت ورد روی 1 اینچ قرار داده که میشه 2.54 سانتی متر، که ما میکنیم 2 سانتی متر. البته این اندازه ها همه بستگی داره به اون مجله یا کتاب که قطعی که میخواین چاپ کنین و حالا دانشگاهی که میخواین
پایان نامتون رو بفرستین، اونا باید تعریف بکنن. گوتر هم حالا اینجا صفر قرار میدم، کودر یک فاصله بیشتری رو ایجاد میکنه نسبت به این مارجین هایی که قرار دادیم که میتونیم اون تعریف بکنیم. تو اینجا ما دو نوع جهت داریم با سه صفحمون، جهت عمودی و جهت افقی. توی جهت معمولی یا پروتریت که اینجا میبینین صفحه آچارمون مستقیم هستش، انگار از بالای صفحه آچار به صورت عادی داریم مینویسیم. بعضی جا لازم داریم که صفحمون خوابیده باشه یا عمودی باشه که از این قسمت شروع کنیم به نوشتن، یا یه پوستری رو ایجاد بکنیم که حالا جلوتر من یه جا وسط وردمون این که چطور پورتریت باشه و لند اسکیپ باشه رو مینویسیم. ولی اگه یه برگ خواستین که توش مثلا پورتریت باشه میتونین اینو پورتریت انتخاب کنیم. میبینیم که صفحمون خوابیده هست و اینجا میتونیم بنویسیم مثلا یک نشانه ای رو میخوایم تایپ کنیم، بگیم اینجا پارک نفرمایید و بزرگ بنویسیم، وسط بندازیم و اونو چاپ کنیم و بزنیم حالا روی دیوار. خب من اینو برمیگردم، اورینتیشن رو از اینجا هم میتونیم تغییر بدیم که اینجا درستش. حالا بریم با هم هدر و فوتر رو درست کنیم. اگر این بالای صفحه دابل کلیک کنین میره تو قسمت هدر و فوتر هم که خب پایینشه. اگر خواستین دابل کلیک نکنین میتونین برین تو قسمت اینزرت. اینجا هدر داره، یه سری هدرهای پیش فرض که خود مایکروسافت ورد گذاشته میتونین انتخاب بکنین، و یا اینکه یه ادیت هدر بزنین و خودتون رو چیز کنین درست کنین. خب من خودم میخوام درست کنم و اول راست چینش میکنم، میخوام شبیه این داکیومنت درست کنمش دیگه. از چهار قسمت تشکیل شده اگر توجه کنین: آدرس وبسایت، نام نویسنده ببخشید، عنوان و تصویر لوگوی شرکت. خب من همینجا یک اول جدول رو قرار میدم از چهار ستون. توی این قسمت آدرس وبسایت رو می‌نویسم. زیاد توی اینجا که دارم می‌نویسم دیگه فونت و اینا رو تغییر نمیدم، چون دیگه اونا رو تو جلسه قبل گفتیم. اینجا راحت میتونین فونت و تایمز نیو رومنز کنین و بینازن. چیز جدید رو سعی میکنم بگم که وقت گرفته نشه. اینجا هم اسم نویسنده، عنوان رو میخوام قرار بدم. واسه اینکه عنوان رو قرار بدیم میتونیم عنوان رو بنویسیم، چی بود عنوان؟ بررسی ایمپکت فاکتور. میتونیم راحت بنویسین اینجا. اما یک روش بهتری هم وجود داره واسه اینکه وقتی من عنوانم تغییر کرد تو تمام داکیومنتم تایتل من و عنوان من تغییر بکنه، استفاده از یک پلیس هولدر هستش. پلیس هولدر ها مکان هایی هست که به واسه ورد تعریف کردیم، میگیم آقا اینجا مثلا فقط تایتل باشه، اینجا نام نویسنده باشه. که توی قسمت اینزرت اینجا اگر نگاه کنین اوتو تکست ها رو میبینین که به صورت خودکاری سری تکست میذاره. داکیومنت پروپرتی، تکست هایی که از پیش، فیلدهایی که از پیش تعریف شده، مثل خلاصه، نویسنده، طبقه و غیره، که حالا یه بار تعریف میکنیم و میذاریم. خیلی از اینا که من میگم حالا به صورت پیش فرض هستش. اگه بیاین تو قسمت فایل، تو این قسمت میتونیم تعریفش کنیم. مثلا تایتل تاثیرم چی بود؟ عنوان بررسی ایمپکت فاکتور. درسته؟ بررسی ایمپکت فاکتور. خب اینجا اگر اینو بذارم، حالا نام نویسنده اینا رو از پیش تعریف کردم، میتونین اد آرتور کنین یا تغییرش بدین. خب اینجا حالا من تعریف کرده بودم، اگر بیام اینزرت کنم این فیلدها رو بعدم با هم کار میکنیم. عنوان یا تایتل رو انتخاب میکنم و اینجا قرار میده بررسی این پرفکتور. من اومدم استایل تایتلم هم درست کردم. حالا توی چیز اینجا نه، توی وقتی که تایتل اینجا من میخواستم تایتل قرار بدم، دوباره اومدم چیکار کردم؟ insert title هم اونجا توی هدر درست نکنین استایلشو، خودش باید درست کنم. اصلا اینجا اومدم یه تایتل هم قرار دادم، خب خودش بررسی این ایمپکت فاکتور رو گذاشته. توی استایلم رو آوردم تایتل کردم، خب که حالا یاد گرفتیم که چجوری فونت و ایناشو درست کنیم دیگه. من تغییر نمیدم، فقط خواستم بدونین.
اینجا هم میایین دیگه، اگر خودش درست نشد دستی مثلا بیتیت میکنی یا بینازنی. بعد میام لوگو شرکت رو قرار میدم، insert picture. خب توی کجا بودش؟ توی دسکتاپ، توی شرکت. اشتباه رفتم. توی اینجا این لوگوی شرکت رو هم قرار میدم. الان میبینین خیلی بزرگ هستش، بس 15 سانتی متر. من اول یه عدد کوچیک 6 دهم سانتی متر رو قرار میدم، چون مربع هست خودش 6 دهم میکنه، یه ذره بزرگترش میکنم که واضح بشه. خب حالا میتونین اینجا به جای 98 صدم سانتی متر بگیم مثلا 1 سانتی متر باشه که دقیق تر باشه. بعد میام این طرف قرارش میدم. خب جای اینا رو میتونین درست کنین نا کنین. من کل جدولم رو سلیکت میکنم تو قسمت دیزاین. این دیزاین مربوط به دیزاین کل بخش، این دیزاین مربوط به هدره. یه دیزاین دیگه هم دارم اینجا که مربوط به جدوله. خب یه لایوت دارم، این بالاش نوشته table tools، هدرم فول، footer tools. هرچی مثلا جای مختلف قرار بگیر ممکنه تب های مشابهی داشته باشه که توی بالاش اونو مشخص کنه. توی لایوتش اگه برم وسط چین میکنم همه اینا رو، ولی اینو میگیرم چپ میذارم، اینو مثلا راست میذارم. خب حالا میخوام این جدولم دیگه مشکی نباشه و بوردرش مشخص نباشه. تو قسمت دیزاین میتونم کلا بوردرش رو بردارم. یه خط پایینش سبز میخوام باشه که میام اول یه سبز رو انتخاب میکنم. خب یه ذره زخیم ترش میکنم و حالا میام این پایین رو قرار میدم. البته اونجا زخیم تر بود، من اگه اینو زخامتش رو بیشتر بکنم تغییر نمیکنه، ولی میتونم یه قلم به من میده که میتونم این قلم رو اینجا بکشم و زخیم تر کنم. اگر نخواستم با قلم بکشم دوباره نو بوردر رو بکنم و پایین رو دوباره بندازم. اوکی؟ خب این نحوه هدر بودش، درست کردن هدر بود که به این شیوه شما باید فونتاش اینا رو درست کنید. خب این فیلد تایتل هم دیدیم، حالا اومدیم شروع کردیم به نوشتن. نوشتن رو دفعه قبل دیدیم، مثلا من دیگه اینجا رو اصلا کپی پیست میکنم که داشته باشم. میرسم اینجا میخوام یک رفرنس بدم، بگم این مربوط به مرجع شماره یکه. نمیام اینجا مستقیم بنویسم شماره یک. خب چیکار میکنم؟ میذارم من اینا رو پیست کنم. ناگهان اینجا که پیست کردم، اگر اینجا رو توجه کنین use destination styles، استایل مقصد رو استفاده میکنه. اگر من برگردم keep source formatting، نتونست تشخیص بده فرمت اونو، نتونست تشخیص بده و به همیشه. ولی وقتی که مثلا بعض وقتا میتونه تشخیص بده، برمیگردونه به اون فرمتی که توی سورس بوده. خب کاری را داریم، چون اینا رو دیگه دیدین و راحت میتونید تغییر بدین. حالا من میخوام یک مرجع اضافه کنم. خب من خیلی ها میان اینجا وقتی که مرجع میخوان اضافه کنن همین یک معمولی مینویسن اینطوری و بعد میرن آخرش اینجا توی این قسمت دوباره یک اضافه میکنن و بر اساس اون استایلی که خودشون میدونن واسه رفرنس ها اونو مینویسن. حالا من میخوام واسه یه مجله دیگه بفرستم، این استایلش فرق میکنه، یا اینکه میگه ترتیبش متفاوت میشه، دو تا مرجع میخوام اضافه کنم، باز دوباره تغییر میکنه. بخاطر همین به هیچ عنوان دستی رفرنس ها رو ننویسین و حداقلش اینه که از امکان ورد استفاده کنین. نرم افزارهایی هم وجود داره واسه اینکه من بتونم از رفرنس ها استفاده کنم و حتی قابلیت های بیشتری هم از ورد دارن و خیلی راحت کار کردن باشون، اما من خودم با فایل ورد راحت تر بودم و استفاده کردم و پیشنهاد میکنم که شما هم از همین استفاده کنیم. ولی خب من اسم اون نرم افزارا رو یادم نیستش که بهتون پیشنهاد بدم، میتونین از اونها هم استفاده کنین، سرچ کنین زیاد هستش. خب چطور میتونیم یک مرجع رو تو فایل ورد تعریف کنیم؟ من اینو پاک میکنم، میام تو قسمت رفرنس. من اینجا یه citations and bibliography دارم. خب تو اینجا اگر manage رو بزنم
میتونم ببینم چه چیزا. این کل مواردی که من استفاده کردم قبلا، من اینا رو اومدم تعریف کرده بودم دیگه. خب فایل ورد میگه اینها رو قبلا هم داشتی، میتونی استفاده کنی، میتونم دلیتشون کنم و الان خب دلیت نمیکنم چون از کل مرجعا مثلا یه مقاله دیگه خواستم استفاده، میام اینجا مراجعمو میبینم و میتونم راحت دیگه لازم نیست بنویسم وقتی که یه بار نوشتمش. خب بروز میتونم بکنم، از یک فایل دیگه ای بخونم که الان در حال حاضر ندارم اون لیست رو و میخوام دونه دونه اضافه کنم. یک نیو اگر بزنم اینجا به من میگه چه سورسی رو میخوای استفاده کنی. کتابه، آیا میتونم انتخاب کنم یه قسمت از کتاب، جورناله، یک مقاله هست که دوره ای میاد، یه کنفرانس پروسید، یه کنفرانس بوده، یه ریپورت بوده، وبسایت بوده و خیلی از چیزهای دیگه که به صورت کامل اینجا تعریف شده. من اینجا یک مقاله جورنالی رو به طور مثال میخوام استفاده بکنم. کدوم رو انتخاب بکنم؟ جورنال آرتیکل، یعنی مقاله مجله. نام نویسنده رو میام اینجا می نویسم. حالا توی اینجا دارم چون فایل ورد وقتی که من توی این حالت هستم نمیذاره دیگه از این بخش ورد استفاده کنم، خودم نمیتونم برم اینجا کپی پیست کنم. حالا فرض کنیم مثلا من اسم اصلا خودم رو میذارم. خب بعد کورپوریتور آرتر ندارم، تایتل مثلا چه میدونم تست میذارم، هر چیزی، جورنال نیم، همه اینا رو میتونم راحت از اون مقاله‌ای که دارم استفاده میکنم بخونم. این مقاله رو یه لحظه باز کنیم، تو قسمت ابتداییش افیلیشنز و نام جورنال و عنوان همه رو نوشته، میتونم اونجا کپی پیست کنم و اوکی میکنم. وقتی اوکی کردم اینجا قرار میده. خب میبندمش، بعد میام اینجا insert citation. اینجا کایتیشنی که من تازه وارد کردم و بهم نشون میده خب، و میتونم استفاده کنم ازش واسه این داکیومنتی که گذاشتم و نشون میده. من اگه manage source کنم، نا کنه یه دونه current list داریم. خب وقتی که new میکنم اینجا وارد current listم میکنم، اما من میخوام از اینا هم توی این مقالم استفاده کنم، میام اینو انتخاب میکنم و کپی میکنم میاره اینجا، درسته؟ کلوز میکنم. حالا وقتی که میخوام یک سورسی رو بر فرض اینجا میخوام قرار بدم، insert citation میذارم، اینا رو هم قرار میدم. توجه کنین که داره نام نویسنده و سالش رو مینویسه. خیلی جاها به این صورت رفرنس میدن که پیش فرض ورد هستش، اما خیلی جاها هم ما میبینیم مثل این مورد کار کردن، شماره دادن فقط خیلی از مقالات. این بستگی به استاندارد اون مقاله داره. فایل ورد هم واسه ما استانداردهای مختلف رو قرار داده. توی اینجا اگه استایل رو نگاه کنین، IEE هستش، من استایل رو میتونم عوض کنم. ببخشید اون استایلش API بوده، رو نخونده بود. اگه IEE قرار بدم یک میذاره، دو میذاره، خب بر اساس اون ترتیبی که توی منیج سورس اگر نگاه کنیم، بر اساس این ترتیبی که اینجا قرار داره اونا رو قرار میده و یک و دو هم که گذاشتم بر اساس اینکه کدوم اول گذاشتم میاد. هنوز از اون استفاده نکردم که بخترم سه میذارم. خب توی اینجا دومی هست که قرار دادم. و وقتی که حالا الان رفرنس ها رو اول بدیم، فهرست رو میخوام بنویسم، حالا یک عنوان فهرست، ببخشید منابع رو میخوام بذارم. خب میام اینجا توی بایبلگرافی نوع استایلی که میخوام قرار بدم و انتخاب میکنم و اینزرتش میکنم. حتی اینزرت هم به راحتی میتونم اینجا انجام بدم. الان من توی راست چین بودم، به خاطر همین راستش کرده، برمیگردم چپ چین میکنم، اصولا چپ چینه، ولی اگه فارسی باشه میتونم راست چین قرار بدم. و ببخشید استایل اینش رو عوض کردم، میام قرار میدم، حالا اینجوری قرار میدم به خوبی اینو واسه من به ترتیب استانداردی که وجود داره خودش قرار میده و اگه تغییری کرد من میتونم اینجا آپدیتش کنم، درسته؟ یا حتی نوعش رو عوض کنم، فیلتر لنگویج کنم و امکانات مختلف رو به من میده. پس اینم نحوه قرار دادن یک لیست منابع و خود فهرست منابع و منابعی که اینجا میخوام.
خب بریم مورد بعدی، قرار دادن فرمول و نوشتن فرمول تو فایل ورد. دو حالت داره، یا من بین خطوطم دارم فرمول نویسی میکنم، یا داخل مطلبم دارم فرمولمو مینویسم. چنان هر دو تا موردش رو اینجا با هم میبینیم. بر فرض من اینجا میخوام یک فرمولی رو بنویسم. خب وقتی که فرمول بین دو تا پاراگراف یا دو تا خط میخوایم بنویسیم، سعی کنیم فارسی نباشه، یعنی راستچین نباشه، حتما چپچینش کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی مینویسه، ولی وقتی که میخوایم پرینت بگیریم، پرینت نمیگیره، اونو خالی میندازه. الان من چی کار کردم؟ من آلت مساوی رو زدم که اینجا پیش فرض قرار میده یه پلیس هولدری رو واسه نوشتن فرمولم. کنترل زد میکنم. در واقع من به جای اینکه برم تو قسمت اینزرت و ایکویشن، اینجا یه سری ایکویشن ها یا فرمولای پیش فرض قرار داده رو خودش بذارم، یا اینزرت نیو ایکویشن کنم، یه پلیس هولدر واسه من میذاره و میره تو تب دیزاین توی ایکویشن تولز. تو اینجا میتونم ترن و فرمولی که بخوام، ماتریس هر چیزی که بخوام رو بنویسم. حالا بر فرض یه چنین فرمولی رو بخوام بنویسم، خب میام اینجا ناکنین تو این قسمت من میتونم مثلا از حالت توان استفاده کنم، یا ایندکس داشته باشه، حالت پلیس هولدر کنم. اینو قرار میدم، سعی میکنم خیلی وقت آخرش بس اینکه سرعتم بیشتر بشه. بعد یک دونه کسری رو میخوام بذارم، کسر رو قرار میدم اینجا. دیگه چی داشتم؟ دو تا متغیر دارم که ایندکس داره. من همینم میتونم کپی کنم خب و بیام اینجا یه دونه به اضافه بذارم و توی این منها بذارم. خب این که من چطور سریع فرمول بنویسم و این که چطور اینها چه مواردی هستن، من نمیتونم همشو بیام واسه تون بنویسم. این دیگه بسته به خودتون هستش که وقتی میخواییم فرمول بنویسین اوایلش یکم سخته، باید هی بگردین برین اینجا مثلا نمادهای مختلف استفاده کنین، بیسیکه مثلا میخواین از لغات یونانی استفاده کنیم، میتونیم موارد مختلف اینجا انتخاب کنیم. این دیگه باید واقعا توی زمانی که فرمول می‌نویسین ذره ذره ببینین و دستتون سری بشه. و حالا اینجا من دیگه فرمول یه مقدار کامل میکنم واسه تون. آی اف بزرگ توی سال ایگرگ مساوی مقدار رجوع دادن کایتیشنز در سال ایگرگ من. من اینجا دیگه سی می نویسم، سی ایگرگ من های یک سال قبل و مقدار رجوع دادن تو دو سال قبلش. خب به این راحتی میتونیم فرمول رو بنویسیم. اگه توجه کنیم اونایی که تایپیست هستن، واسه این که یه متن رو با فرمول بنویسن خیلی بیشتر میگیرن، چون خب بیشتر زمان میبره و سختتر هستش. ولی وقتی که چند تا فرمول بنویسین خیلی سریع عادت میکنین که چطور سریع فرمول ها رو بنویسین. این هم تعداد پابلیش شده ها در سال قبل منهای دو سال قبلش. خب یه چنین فرمولی با هم نوشت. حالا اگه من بخوام یه فرمولی رو بین خطوطم بنویسم، ناکن اول یه چیزی رو توجه کنیم. وقتی که میخوایم فرمول بنویسیم، خیلی از فرمول ها حالت مثلا x به توان 2 داره به اضافه y به توان 2 داره. خب اینا رو سعی کنیم با پلیس هولدر یا با خود فرمول ها ننویسیم. بیاین اینجا x دو این به این شیوه بنویسیم. هر چی تکست باشه خب هم فایلتون سبک‌تر هستش، همین که خیلی از مقالات اومدن گفتن آقا اینجور موارد رو تکست بنویس در حد امکان. اگه یه چیزی رو نتونستی مثلا دیگه تکست بنویسی، بیا حالا فرمول بنویس. که اینجا اگه من دقیقا فرمولم که میخوایم بنویسیم، من بین فارسی دارم مینویسم، یه اسپیس فارسی میزنم، انگلیسی میکنم، آلت مساوی یا اینزرت رو میزنم، مثلا میخوام بنویسم انتگرال ایکس دو، درسته؟ ایکس دو دی ایکس به طور مثال. دی ایکس من یادم یه جا پیش فرض داشتش نداشتش، خب می نویسمش دی ایکس. خب اینی که نوشتیم، بعد از این فرمول من حالا اومدم اینجا سلکت میکنم، میکنم یه دونه بک میزنم، این میچسبه اون دیگه. یک اسپیس فارسی اگه بزنیم میره
اگه اسپیس اینجا بزنیم میره داخلش. بذاریم من این بسیاری هم اصلا از اینجا به بعدش پاک کنم که شما ببینین چجوری بعدش می نویسم. خب من این فرمول رو الان نوشتم، بعد میام اینجا یک کلیک میکنم، خب اگه بک بزنم میره داخل فرمول و بعد در کل یه ذره الان دوباره به هم ریختش. خب کیبوردم فارسی میکنم مثل دقیقه انگلیسی نوشتم، الان چسبیده به فرمول من، کیبوردم فارسی کردم و یه اسپیس میزنم و ادامه‌مو مینویسم دقیقه مثل اینکه دارین انگلیسی مینویسین. خیلی جا حالا باسه اینکه فرمول چون پلیس هولدره، دیدین دفعه قبل باسه اشتباه شد، اول متنتون رو بنویسین، یه دونه اسپیس بذارین، یه حرف انگلیسی بذارین، دوباره یه اسپیس فارسی بنویسین، متنتون رو بذارین اینجا، این ای رو پاک کنین، پاک هم نکنین، این ای رو نگه دارین، فقط ای رو بگیرین، خب ای رو بگیرین و آلت مساوی رو بزنین که فرمولتون بیفته. خب بعد اینجا فرمولتون رو، حالا من تو فرمول فارسی هم میتونیم بنویسین ها، یادتون باشه مثلا من اینجا میخوام به جای سی بنویسم تعداد، یه ذره قلق داره مثلا من بنویسم تعداد رجوعات بزنم مثلا. خب توجه کرده باشین تعداد رو اول نمیش، رجوعات رو حالا هر چیزی رو بعدش، من وقتی که اسپیس فرست نوشتم برعکسیم. شما اگه فارسی میخواین توی فرمول بنویسین باید مثل آینه برخورد کنیم باش، مثلا اول بنویسیم مرجوعات فاصله تعداد، اون وقت درست میشه. نگران فونت فارسیتون هم نباشین، من میتونم اینجا فونت فارسیمون رو انتخاب بکنم و تغییرش بدم، حالا اینجا میام بینازنینش بکنم. خب و فونت انگلیسی و فونت هم رو درست کردش، اما نمیتونیم استایل خاصی واسش تعریف کنیم واسه این چیزا. اگه حالا بریم توی منیج استایل، خب اینجا حالا من تغییر دادم استایلش عوض شده، توی فرمولا اگه بخوایم بریم توی باید بگردیم پیداش کنیم دیگه. بذار من یه فرمول بنویسم. اینجا این نورمال رو داره من نشون میده، یه استایل مربوط به خودشو داره، ولی باز اون رو هم تغییر بدیم چون دست خود ورد هستش. بخواستم اینو بگم، باز فارسی رو نمیتونی عوض کنی، یه سری چیزا رو توی خود فرمول نویسی نمیتونی عوض کنی، بخاطر همین اینجا دیگه مجبوریم فونت رو دستی تغییر بدیم اگر فارسی رو توی فرمولتون نوشتیم. اوکی خب اینم از طریق از نحوه فرمول نویسی توی فایل ورد بین خطوط و داخل خطوط. اوکی اینجا دیگه موردی نداره، میایم تصویر قرار دادن ناکنید. تصویری که من قرار دادم و اومدم کنارش نوشتم به خاطر اینکه حالا یه ذره باش بیشتر آشنا، از همون شیوهی که واسه هدر استفاده کردم اومدم یه جدول گذاشتم، اول یه جدول اینزرت کردم، من بوردراشو بذارم که شما ببینین. حالا اینجا سبز من میخوام تغییرش بدم، میام توی border and shading رنگشو میکنم مشکی. خب این کار میکنم که شما هم یادتون نره چون دفعه قبل بهتون گفته بودم، ولی خب بهتون نشونه. حالا اندازه زخیم بودن این هم دوباره برمیگردونش بسنم به 1/2 pt. اوکی کنم تغییر. خب از یه جدول استفاده کردم، اومدم اینجا یه insert image قرار دادم و دیده بودیم دیگه، حالا لوگو رو که انداخته بودیم insert image کار خاصی نداره. حالا من اینجا توی پایین ترش بخوام قرار بدم، یه جدول مونم قرار دادم، یه عکس insert کردم، خب picture، حالا یه جایی picture الان ندارم، من انتخاب میکنم و میذارم. بعد اومدم اینجا توی این ستون اون متنی که میخواستم رو نوشتم، این متنم اومدم قسمت لایوت اومدم وسط راست کردمش. خب عکس هم مثلا چی نسم میکنم چون عکس بر اساس اندازه عکس اومده این رو قرار داده زیاد تفاوتی نمیکنه. اما این مورد قرار دادن عنوان شکل، اگر توجه کنید توی مخصوصا پایان نامه ما خیلی از اشکال مختلف رو وارد پایان نامه‌مون می‌کنیم که باید ترتیب داشته باشن،
ترتیبش هم باید بر چه اساس باشه؟ بر اساس هدر من، بخشی عنوان من تو اون مثلا چه میدونم فصل من، عنوان فصل من و شماره شکلم. خیلی جا میگن نه از یک شروع کن تا آخر داکیومنت. تو خیلی از کتاب میبینم مثلا شکل یک یک قرار میده. چطور این کار میکنم بدون که هر دفعه بخوام، مخصوصا وقتی که یه شکل عوض میشه حالا دوباره باید برم کل لیست شکلامو عوض کنم و این کار نکنم؟ میام تو قسمت رفرنس. خب این قسمت که یادتونه واسه ارجاع بودش به حالا مقاله کتابی که کار کردم، قسمت بعدیش کپشنزه که واسه ارجاع دادن جداول، عنوان جدول و شکل استفاده میکنیم. خب تو این قسمت ناکنین، حالا من از قبل نوشته بودم رسم توضیح یه لیبل خاصی رو مثلا جدول، معادله، این خودش اومده تعریف کرده، من یه لیبل جدید تعریف میکنم به نام شکل. خب اوکی میکنم این شکل رو ناکنین، اینجا نوشته شکل یک، میخواد اینزرت کنه شکل یک رو، درسته؟ نامبرینگش رو من میخوام بر اساس چی باشه؟ الان اینجا من هیدینگ یک ندارم، include chapter number میکنم، هیدینگ یک، هیدینگ دو include میکنم اونو و با خط تیره جداش میکنم. اوکی؟ و اگر chapter starts with هیدینگ یک بذارم میاد از فصل یک شکل یک، فصل دو شکل دو، اگه دو رو بذارم میشه فصل یک دو یک. خب اینطوری میشه که الان من عنوان ندارم، فقط همین هیدینگ هم میذارم، صفر میذاره چون چیزی تعریف نکردم، این خودش تغییر میده. و ناکنی اینجا نوشته یک یک، بعد مثلا یه دات هم میذارم، مینویسم مثلا نمودار اولیه هر چیزی، اوکی میکنم. خب این رو برای من قرار میده توی پایان نامه. حالا بهتون نشون میدم در ابتدای پایان نامتون قبل عنوان اینا بعد یه قسمتی رو داشته باشین که در واقع فهرست جداوله، نباید بیاین تک تک، حالا من همینجا تایپ میکنم، تک تک اونا رو تایپ بکنین، باید بیاین اینجا وقتی که باسه هر شکل و تیبلتون، تیبلتون هم به همین شیوه ناکنین، من اومدم insert caption جدول رو انتخاب کردم، جدول و حالا جدول یک بذار، فقط یه چیزی یادتون باشه لیبلتون دیگه تا آخر باید جدول باشه تو متنتون، داکیومنتتون جدول رو همینطور انتخاب کنید تو اون داکیومنت و خودش بر اساس جداول مختلف، مثلا من یه جدول دیگه اینجا بکشم، خب مثلا هم اونجا گفتم جدول دیگه، واسه اینم میخوام مثلا یه کپشن کلیه جدول بزنم، insert caption، میام اینجا جدول انتخاب میکنم، این جدول یک میشه چون بالاتر از قبلیه و بعدی رو انتظار دارم بشه خب دو، درسته؟ اینو اینزرت میکنم، میندازه بالاش. راستی چرا میندازه بالاش؟ وقتی من اینزرت کپشن داشتم میکردم خب پوزیشنش above the select بودش، متوجه این؟ وقتی که داشتم جدول تعریف میکردم above رو گرفتم و باسه همه دیگه above قرار میدم. بذاریم من کلش انتخاب کنم، میتونم حالا تغییرم بدم تا اونجا کنم، آره اینجا میتونم تغییرم، من چون سلکت نکرده بودم کل جدولم سلکت میکنم، بالای سلکتد آیتم، اون آیتمی که گرفتم یا جدولی که میخوام، یا پایینش، اگه پایین انتخاب کنم پایینش میندازه، حالا بسته ای اون تعریف خودتون داره. و جدول یک من انداخت، الان انتظار دارم جدول دوم من بشه جدول دو که شده. حالا میخوام لیست شکل ها و لیست جداولم رو قرار بدم، میام اینجا insert table of figures insert میکنم اینو و تو این قسمت جدول ها رو مثلا اول میخوام شکل ها رو قرار بدم، شکل رو قرار میدم، preview به من نشون میده، میتونم اینا رو با خط چین قرار بدم، option modify کنم و حالا اینا رو دیگه طول میکشه تا بهتون بگم، ولی همین حالت عادیش این جدول قرار داد اینجا مثلا. حالا چون یه دونه شکل داشتم یه دونه فقط گذاشت، خیلی هم تمیز و قشنگتر از فهرست اگه یادتون باشه تیبل آف کانتنت. حالا میخوام جداولم هم قرار بدم، insert table of figures، میام جدول انتخاب شده جدول رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم و این یه ذره بعد انداخته ما آمد. خب میام اینجا کنترل شیفت میکنم و آپدیت میکنم. خب آپدیت کدوم؟ فقط نامبرز اونلی که اینا رو فارسی بکنه واسه من، دفعه اول انگلیسی میندازه زیاد توجه نکنین، میتونین اینطوری فارسیش کنین. خب
این به صورت کلی بود. حالا من توی پایان نامه‌ای که بهتون نشون میدم اینا رو بهتر میتونیم ببینیم که لیستش چجوریه، ولی یاد گرفتیم که چجوری لیست شکل‌ها و جداولمون رو هم قرار بدیم. خب اینم نحوه قرار دادن چیز بود، شکل بودش. فقط دو تا مورد مونده که بهتون بگم، یه دونه رفرنس دی، یه دونه زیرنویس گذاشتن، اینجا پاورقی ببخشید پاورقی نوشتنه که اینجا قرار داده. من به طور مثال میخوام برای ایمپکت فاکتور یه پاورقی قرار بدم، خب میخوام فارسیشو اینجا بنویسم، اینزرت توی همون رفرنس، اینزرت فوت نوت رو میزنم، خب میاد اینجا. توجه کنین این سپریتور من این بر هستش، اینجا فارسی من میخواستم بنویسم، عامل تاثیر به طور مثال، حالا معنی لغویشو نوشتم و یه دونه فوت نوت گذاشتم. فقط یه چیز رو توجه کنین، اینجا امکانات فوت نوت من هستش که میتونین اگر مثلا به هم ریخته یا متفاوت بود اینجا درستش کنین، مثلا فوت نوت باتم آف پیج، میتونم بگم بلو تکس، زیر خود اون تکست باشه، باتم باشه، بعد کانورت کنم، میتونم بگم از کجا شروع بکنه. بعضی وقتا مثلا یعنی کانتینیوس، خب به ازای هول داکیومنت، یعنی من تو تمام داکیومنت الان این یکی شده دو احتمال قوی ناکنید، ولی ما تو خیلی جاها میبینیم اینم باید یک باشه، به ازای هر پیج عدد قرار میده. خب پس من میام اینجا به جای هول داکیومنت چرا نداشت ریست نامبرینگ ریست ایچ سیکشن، یعنی تو هر بخش، یعنی مثلا فصل یک فصل دو ریست بشه، یا ریست ایچ پیج، تو هر پیج ریست بشه. خب چینج رو، تغییرات رو به کل داکیومنت من اپلای کن. وقتی که اوکی کنم اینم یک میشه، تو دو تا پیج متفاوت اینم یکه اینم یکه. فقط یه چیزی رو من بهتون اینجا جدا بهتون بگم، وقتی که اینجا تو یک داکیومنت اولیه میام توی رفرنس و یه رفرنس رو قرار میدم، خب به صورت انگلیسی این سمت قرار میده پیش فرضش، خب من میخوام سپریتورش مثلا فارسی باشه، این ور باشه. البته خیلی وقتها حالا من چون قبلا تغییر دادم این ور افتاده، سمت راست میفته خب سپریتور، من میخوام چپ باشه چون اصولا انگلیسی مینویسم. چرا انگلیسی مینویسم؟ خیلی وقتها مثلا من نوتی که میخوام بذارم مثلا اینجا اسم اون شخص و گارفیلد رو مثلا نوشتم فارسی، خب میخوام انگلیسیش هم بگم درسته، توسط گارفیلد insert note میکنم، حالا این دومیشه، میخوام اینجا بنویسم گارفیلد، انگلیسی بنویسم. خب و اگر واسه دفعه اول میخواین این کارو بکنین، این سپریتور انداخته سمت راست، در واقع ما میخواین چپ کنیم، حالا برعکسش هر جور که راحت میخواین انجام بدیم. میایم توی قسمت ویو، میایم توی قسمت وب لایوت. خب توی این قسمت بزنیم اینو ببندم، توی این قسمت من میام اونجایی که رفرنس دادم و دابل کلیک میکنم، میاد یه قسمت پایین فوت نوتس واسه من قرار میده، آل فوت نوتس رو میکنم فوت نوت سپریتور. این سپریتور من اینجا الان نشون میده که من میام تو قسمت هوم راستش میکنم یا چپش میکنم، هر جور که راحت. مثلا من اگه راستش کنم که تغییر رو مشاهده کنی، بعد میام اینجا حالا توی چیز میام این بالا، میام توی قسمت ویو، توی قسمت پرینت لایوت، این حالت ویو اصلی ما پرینت لایوت هستش، میام توی قسمت، میبینین خط تو انداخته این من. واسه اون یکی داکیومنت هم چیکار کرده؟ تغییر نداده خدا شد. فقط یه چیزی رو توجه کنیم، نمیتونیم به ازای بخش های مختلف سپریتورم و یکی رو راست بذارم یکی رو چپ بذارم، مثلا توی این پیج الان این فارسی میخوام راست باشه، توی این یکی چپ باشه، حتما باید یا چپ یا راست رو انتخاب بکنیم با فایل ورد، که من خودم چون انگلیسی می نویسم و همه این سمت هستن همیشه می نویسم چپ و بیشتر انگلیسی هستن، حالا بعضی جا دیگه فارسی هستن میشه چشم پوشی کردش. خب پس تغییری که میدین و حواستون باشه و یادتون باشه که تو کل داکیومنتتون باید از اون استفاده کنید. آخرین مطلبی که میخوام از سری بهتون بگم، نحوه نوشتن یک جدول. دیدین که اونجا ما با هم یه جدول قرار دادیم، یه دونم سری من باز باستون می نویسم. اگر بخواین انگلیسی باشه جدولتون، ناکنه یعنی فارسی بوده، من به خاطر همین راست نوشتم، اگر بخواین انگلیسی باشه چپه، خب چپ چین میام اینزرت میکنم،
اینا متفاوتن، خواهشن. خیلی جاها دیدم اصلا به این قضیه توجه نکردن، یه دونه جدول گذاشتم چپچین و کلا انگلیسی خواستم توش بنویسم، ولی چون اینجا من از فارسی شروع کردم اینو من راستچین قرار دادم. خب در صورت اگه جدول فارسی میخواستین بنویسین، خواهشن راستچین بکنین و بعد اینزرت تیبل بکنین و بعد میتونین، حالا مثلا اینجا یه دونه کم شد، من میخوام یه دونه ستون اضافه کنم، ستون بخشی یه سطر بالا یا سطر پایینش میخوام اضافه کنم، یه ستون این ور یه ستون هم اون ور میخوام، یعنی در واقع چون دوتا سلک کردم دوتا انداخته، حواستون باشه چند تا سلک میکنیم. خب اینا امکانات جدول هستن که به ما میدن. و بعد به طور مثال من میخوام بنویسم نام، نام خانوادگی و هر چیزی مثل این، نام مجله، تاریخ اولین انتشار. اصولا تیبل ها استایل مربوط به خودشون هم دارم، من میتونم بیام اینجا هوم و یه استایل واسه تیبل هم تعریف کنم که اگه اینجا بیان، اگه اینجا نشون نمیده میتونیم بریم حتی یه دونه ایجاد بکنین یا مثلا توی این منیج تیبل رو پیدا کنین. خب توی اینا مثلا نام کنین تیبل آف فیگورز، خب میتونین اینو مودیفای کنین و وقتی که یه تیبل رو مینویسین همیشه از اون پیروی کنین. توی تیبل ها خیلی جاها وقتی که مثلا اینو من 14 نمیشم، اینو مثلا با 11 12 10 مینویسم، خیلی کوچیک‌تر مینویسم و خب انگلیسی هم دو شماره کوچیک‌تر می‌بینین، اینجا مثلا 14 هستش، من اومدم اینو با 10 نوشتم، تیبل ها فونتاشون کوچیک‌تر هستش. و بعد که اینو نوشتم اینا رو به صورت عادی اینجا اومدم نوشتم و سلکت کردم کل جدولمو، می‌خواستم فیتش کنم از یک اوتو فیت اینجا بر اساس کانتنتم اومدم میتونم فیت کنم، بر اساس ویندوزم میتونم فیت کنم، میکشه اندازه کل میکنه، این اندازه نوشتم میکنه. و بعد اومدم اینا رو مثلا فاصله هاشو درست کردم، ناکنیم وقتی که این الان بر اساس این داره اندازه رو میکنه چون این کوچیک‌تره انداخته بالا، یه وسط کنم اینم دقیقا وسط میافته. و حالا رنگی کردنش، این رنگی کردنش هم که دیدین میتونم بیام هوم فیلشو مثلا زرد کردم، آبی کنم، هر چیزی که هست، اینم توسی کردم فیلشو. خب اینم کپی پیست چیز خاصی نیستش. خب اینم نحوه قرار دادن جداول توی ورد هست، چون چیز خاصی واقعا نداره که من بخوام خیلی دیتیل بگم، بخاطر این وارد جزئیات نمیشم، خودتون چند تا تیبل که بنویسین و یکم سلیقه به خرج بدین که بخواین درستش کنین، تیبل های خیلی قشنگی رو میتونین بزنین. من اگه کلیک راست کنم اوتو فیدم داره، میتونم بر اساس اون درستش کنم و رنگ آمیزی شو کنم، فاصلش دقیقا پیروی میکنه از همون چیزی که گفتم، مثلا از پاراگراف میتونم فاصله ها رو درست کنم، میتونم اندازه سطرم رو توی لایوت، اینجا ارتفاع سطرم رو داره، عرض سطرم رو داره که میتونم تغییر بدم بذار هر کدوم، که اینجا اگه خواستم میتونم برم اینجا توی رو specify high at least 0، یعنی بر اساس خود این متنم اندازه سطرم رو درست میکنم و تو این قسمت اندازه ستونم در واقع عرض اونها رو میتونم دوباره یه چیز پیش فرض بدم بهش یا بر اساس درصدمون بگم یا این که اصلا کلا وردارم خودش بر اساس اوتوفیت تنظیم کرده. خب میتونم این تغییرات رو به راحتی اعمال کنم که میگم واقعا چیز خاص ناکنه، من اینو که عوض میکنم چون اون تیکو زده بودم برمیگردونه به همون. خب اگه اینو وردارم اوکی کنم، حالا میتونم دوباره وردش اینجا یه تغییر میدم دیگه، میتونم تغییرات رو این اوتو که میزنیم کلش رو میگیرم، توی اینجا میتونم تغییر بدم چون اوتو کرده بودم اون برمیگردونه به همون حالت قبلی، دوباره برمیگرده به اون حالتی که از اپ تغییر کرده بودم اوتو فیت میکنم. خب یه چیزی توی تیبل ها خیلی استفاده میشه، اونم دایرکشن تکست هم هستش که اینم بهتره بگم، توی اینجا اگه دایرکشن رو بزنم چون سلکت کردم کلش عوض میشه، کنترل زد کنم این یه دونه رو میخوام نام خانوادگی رو برعکس بذارم، دایرکشنم رو میام عوض میکنم، بعد فقط اینجا فیتش خارج شده میام
یا دستی درست میکنم یا دوباره اوتو فیت میکنم به کانتکت، متوجه نمیشه. خب بعد دستی اونو فیتش رو تغییر بده. اوکی، اون چیز خاصی نداره، خودتون میتونین اونو امتحان کنین هر دفعه. خب اینجا روی این منم روی 2 سانتی متر درسته. حالا این دیگه حالا درست کردن خودتون هستش که مثلا من اینجا میخوام این پک فاکتور رو مثلا به این صورت IF فقط بنویسم، یعنی جا مثلا واسه اینکه جای بشه اینو مثلا برعکسش میکنم، به این صورتش میکنم. این چون اوتو فیتش رو من دیگه دستکاری نکرده بودم، خودش اومد بر اساس اون تغییر رو دادش که میام کوچیک‌ترش میکنم. اوکی، خب این هم از جداول ما، امیدوارم مفید واقع شده باشه. ببخشید که یه مقدار طولانی شد، خواستم مطالب مهم ورد رو یه جا بهتون بگم که توی یک فیلم بتونین اونها رو استفاده کنید. من این فایل وردی که خودم هم تهیه کردم و براتون قرار میدم واسه دانلود که بتونین هم مطالعه کنین، چیز بدی نیستش که در مورد ایمپکت فاکتور یکم بیشتر آشنا بشین که چی هستش و اینکه کارهایی که اینجا انجام دادم هم بتونین به دیتیل ببینین. هر قسمتش رو مثلا بریم ببینین، مودیفای کنین اینو که چی کار کردم، بتونین ببینین اندازه حاشیه رو. یه قسمت هم اینجا من بوردر گذاشتم، داشت یادم میرفت بوردرم بتونم بگم. بوردرم کار خاصی نداره، میان تو قسمت اینزرت، تو قسمت ببخشید دیزاین پیج بوردرز. خب توی پیج بوردرز هم من اونجا دقیقا مثل هم بوردرز جدول میتونم رنگ انتخاب بکنم، مثلا اینو نارنجی بکنم، اندازش رو تغییر بدم، نوعش رو 3D کنم مثلا، رو مثال یا نوعهای مختلف قرار بدم، پترن و آرت مثلا قرار بدم شکلیش کنم و اوکی که بکنم بوردرهای مختلفی رو واسه من قرار میده که من همون بوردر آبی ساده رو بیشتر ترجیح میدم. خب توی جلسات بعد باز من امکانات مختلفی که میبینم رو حتما بهتون میگم که باشون آشنا بشین. این امکاناتی بودش که خیلی استفاده میشه توی موقع نوشتار و حتما باید میدونستین. امیدوارم مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار.